بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما گرامیان در جلسه 43 از آناتومی سمستر پنجم هستیم با یک عنوان جدیدی از بخش آناتومی در قسمت آناتومی سر و گردن یک بخش جدیدی به نام اجواف بینی یا نزل کویدی داریم عنوانی داریم به نام اجواف بینی یا نزل کویدی که ما در این جلسه خود معرفی اجواف بینی رو میبینیم و جدار وحشی اجواف بینی را از جمله مطالعه میکنیم و نوعی اجواف بینی که به چند نوعیه تقسیم شده در این جلسه انشاءالله مطالعه میکنیم. خب ما ابتدا نزل کویدی یا اجواف بینی در قسمت علوی جهاز تنفسی یا ریسپایروتوری ترک در قسمت علوی ترین جهاز تنفسی یا میتونیم بگیم شروع جهاز تنفسی جوفی داریم به نام نزل کویتیز یا اجواف بینی، چون خود این جوف از دو بخش ساخته شده، یعنی جوف راست و جوف چپ یا جوف بینی راست و چپ که توسط یک پرده به نام سپتوم نزل سپتوم از همدیگر جوفا جدا شدن شروع میشه. اجواف بینی در قسمت علوی یا بالاترین قسمت جهاز تنفسی قرار دارن، بر علاوه که در فعل تنفس رول میگیرن در قسمت آخذه های بویایی یا حسیت بویایی نیز رول دارن، جزء حواس پنجگانه، یعنی جزء حسه اعضای حسی پنجگانه هن حس بویایی بوده دارن. اجواف بینی توسط یک چوکات استخوانی غضروفی، یعنی توسط یک چوکات که بیشتر اسکلت از این از استخوان به یک قسمتی از غضروف ساخته شده، همیشه اجواف بینی بازن، توسط این چوکات باز نگه داشته میشن. قسمت قدمی جوف بینی، ای قسمت داخلی که میبینیم ای جوف بینی کلانی، ای ساحه جوف بینیه. به این تصویر دیگه هم میتونیم ببینیم ای قسمت که هوا داخل میشه از این طریق و هوا میره داخل طرق تنفسی، ای ساحه ای کلان ای ساحر به نام اجواف بینی میگن یا جوف بینی میگیم، چون یکی در سمت راسته و یکی سمت چپ اجواف میشه، هر کدوم جداگانه که ببینیم جوفه. جوف بینی ای ساحه کلن در بر میگیره. قسمت قدمی از ای، یعنی ای ساحه توسط اکسترنال نوز یا انف یا بینی خارجی، ای قسمتی که ما به چشم میبینیم، توسط اکسترنال نوز ای پوشیده شده. ای جوف قسمت قدمی، یعنی پیش روی از ای توسط انف یا قسمت همی اکسترنال نوز پوشیده شده. قسمت خلفی از یعنی این ساحه در داخل اسکل قرار داره، در اینجی جوف رفته به داخل اسکل قرار داره، پس یک موقعیت بسیار مهم می داره. قسمت قدام یا دهانه ای فوهه یا قسمتی که به طرف بیرون باز میشه دو تا سوراخه که به نام نرس یاد میکنن. فوهات قدمی بینی یا نرس ها دو تا یعنی که به طرف بیرون باز میشن. بعد قسمت خلفی از این جوف ادامه پیدا میکنه، قسمت خلفی رو که به نیه نزوفرنکس باز میشه که ما در قسمت بلومی هم دیدیم که به نیه نزوفرنکس باز میشه، باز هم دو تا سوراخ یا دو تا مجرایه که به نام کوانا یاد میشه، به نام کوانا یاد میشه. خب جوف راست و چپ از همدیگر توسط یک حجاب یا یک پرده از همدیگر جدا میشن که به نام نزل سپتوم میگن. دو جوف راست و چپ توسط نزل سپتوم از همدیگر جدا میشن. خود جوف بینی از دهان توسط یک صفحه سخنی به نام هارت پلات یا کام سخت جدا میشه. این سافت پلات قسمت آخری اونه که به نیه بلومی میرفت
این قسمت رو به نام هارت پلت میگم یا کام سخت میگم، بین جوف دهان و جوف بینی این کام سخت واقع شده و اینا رو هم جدا میکنه. بعد در قسمت بالا جوف بینی از کرانیال کویتی جدا شده، در بالا جوف بینی از کرانیال کویتی جدا شده. استخوان‌هایی که جوف بینی را از کرانیال کویتی جدا میکنن استخوان فرونتال، استخوان ایتموئیدال و استخوان اسفنوئیدال. این سه استخوان باعث شدن که کرانیال کویتی را از نزل کویتی جدا کنن. در قسمت وحشی‌تر از اجواف بینی اجواف اوربیت قرار داره یا جوفای اوربیتا قرار داره در راست و چپ. بنابراین هر جوف بینی هر کدوم که جداگانه ما نگاه کنیم دارای یک فلور یا زمینیه، دارای یک روف یا سقفیه، یک میدیال وال یا جدار اونزی که نظر سپتوم خود پرده و لترال وال یا جدار وحشیه. هر جوف بینی از چهار قسمت یعنی زمین، سقف و همچنین جدار اونسی و جدار وحشی ساخته شده. خب ما ابتدا جدار وحشی رو میبینیم. در جدار وحشی بینی یا لترال وال خود لترال وال نزل کویتی میبینیم. در داخل نزل وال نزل کویتی لترال وال از اینکه نگاه کنیم یا جدار وحشی از اینکه نگاه کنیم سه تا تیغه های استخوانی میبینیم که به شکل منحنی قرار دارن، یکی در بالا، یکی پایین تر و یکی از همگی پایین تر تر که این به نام چی میگم؟ کنکا یاد میکنم، کنکا یا تیغه های استخوانی که هستن. کنکا یعنی قرین، یعنی شاخک، قرن شاخ، قرین شاخک یا شاخ کوچک. سه تا شاخ کوچک یا قرین داریم، یکی در بالا به نام سوپریور نزل کنکا، یکی در وسط میدل نزل کنکا و یکی در پایین انفریور نزل کنکا میگم. سه تا قرین داریم. این سه تا قرین در حقیقت از استخوان ساخته شدن. در داخل از اینکه نگاه کنیم این به شکل تیغه های استخوانی منحنی شکلی هم، یکی پایینی، یک متوسط و یک هم بالایی که رو از اینا قشای مخیطی بپوشیده و به این شکل در آمدن. با پوشانیدن قشای مخیطی و اپیتل سل به این شکل در آمدن. این ستا قرین باعث شدن که جوف بینی به چهار کانال یا به چهار مجرا تقسیم شه. یک مجرای در پایینه که هوا از طریق چهار تا از این کانال ها عبور میکنه، یک کانال در پایین که به نام inferior nasal meatus یاد میکنن. inferior nasal meatus، meatus یعنی مجرا. همین مجرا، همین کانالی که در پایین قرار داره بین زمین جوف انف و قرین سفلی یا کنکای inferior یا سفلی در اینجا قرار داره. دومی به نام middle nasal meatus یاد میکنم، میدل نزل میتس یا مجرای بینی میانی. ای کانال هوا از این طریق عبور میکنه که ایر به نام میدل نزل میتس یاد میکنم، بین قرین متوسط و قرین سفلی موقعیت داره. بعد یک مجرای هم در بالا در اینجی داریم به نام سوپریور نزل میتس، سوپریور نزل میتس یاد میکنم، بین قرین بالایی سوپریور و قرین متوسط قرار داره. در بالا یک فرورفتگی بین استخوان اسفنوئید و ایتموئید به نام اسفنو ایتموئیدال رسیس یاد میکنن، اسفنو ایتموئیدال رسیس. یک مقدار هوا هم از این قسمت عبور میکنه. خب ما در این تصویرم که مدل تیار شده میبینیم سه تا قرین داریم یا سه تا کنکا داریم، سوپریور و میدل و انفریور، میدل و انفریور. سه تا مجرا داره اینو
inferior metas inferior medial metas ve superior metas ve yakem dar bolo sphenoid medial recessiyat meshe. خب این قره اینا توریان که قسمت قدامی و قسمت خلف و قسمت اونسی و آزاده، یعنی از طرف آزادن، در نتیجه باعث شده که هوایی که داخل جوف انف میشه به یک سطح کلانتر، یک سطح که وسعت بیشتری داره مواجه شه، در نتیجه هوا بیشتر به تماس انساج جدار وحشی بینی قرار میگیرن و جدار وحشی بینی میتونه هوا رو بیشتر مرطوب کنه و گرم کنه و همون مواد اجنبی و گرد غبار بگیره. خب ما در اطراف خود جوف بینی، این بود جدار وحشی بینی که جدار وحشی یا لترال وال فهمیدیم که از ست تا شاخک تشکیل شده، شاخک ها بین خود یک مجرای دارن که هوا از بین همون مجرا عبور میکنه، این فهمیدیم. بعد در اطراف همین جوف بینی در استخوان‌های چهار طرف یک تعداد خلیگاه‌هایی که به نام ساینس میگم یا ما سینوس میگیم، میگن سینوزیت که گرفته، میگن سینوس یا سینوزایتس یا التهاب سینوس که گرفتیم، یک چند تا خلیگاه‌هایی که اینا به نام پارانزل ساینس یاد میکنن. پارانزل ساینس، داخل از این خلیگاه ها هوا وجود داره. پارو نزل ساینس ها مملو از هوای هن. یک ساینس ها در استخوان اسفنویدال در اینجی، یک جوره ساینس ها در استخوان فرانتال، همچنین در استخوان مگزیلا و استخوان ایتمویدال. اینها اجواف هوایی بینی میگم یا پارو نزل ساینس ها میگم. خب این ساینس ها یا این اجواف بینی که ما نگاه کنیم، اینا در فرانتال ساینس، اسفنویدال ساینس و همچنین در مگزیلار ساینس اینها وجود دارن و در ایتموئید هر کدوم از این ساینس ها یک مجرا یا یک اوپنینگ داره، داخل جوف بینی یک سوراخی باز میشه، توسط یک سوراخی این فرانتال ساینس در اینجی سوراخی داره که میایه در خلف از این استخوان ما اگه پس کنیم در قسمت خلفی از این سوراخ های که فرانتال نزل ها به اینجی یک مجرا به این قسمت به اینجی از داخل از این کانالیه و به این قسمت باز میشن. همچنین از جوف چشم یا جوف اوربیتا اشک که جمع میشه توسط نزل لکریمال دکت آورده میشه و به این سوراخی که در اینفریور نزل میتسه به اینجی باز میشه، به این قسمت سوراخی داره باز میشه. به این مدل هم میتونیم ببینیم و این نزل لکریمال دکته که آماده به این قسمت داخل جوف بینی باز شده. این هم همو پنکتوم ها و کانالیکول های که در قسمت چشم ما ایر خانده بودیم میای کلن تخلیه میکنه. خب ما از جدار وحشی خلاص میشیم، میرسیم به نوهی یا ریجیون ها. نوهی یا ریجیون که ما همین جوف بینی هر کدومی به سه نهیه تقسیم میکنیم، هر جوف بینی به سه نهیه عمده تقسیم میشه. یک قسمت قدمیر این نهیه به نام نزل ویستیبول میگم، به نام نزل ویستیبول، یک ساحه کوچکتریه، کمتر متوسطیه و در اینجی توسط جلد پوشیده شده و فولیکول های موی قرار داره، موهای انف یا بینی قرار داره. ساحه کلانتر از همه یا در خلف ویستیبول یک ساحه کلانیه که به نام رسپایریتوری ریجیون یاد میکنم، ساحه تنفسیه، ساحه از همه کلانتره، پر از اویه و اعصاب. در اینجی اپیتل تنفسی که سیلیا داره و میخواد تولید میکنه قرار داره در اینجی، و همچنین قسمت اولوی ازی در قسمت سقف ازی یک ساحه بویایی یا اولفکتری ریجیون، یک ساحه که اعصاب بویایی در اونجا قرار داره به اول به نام اولفکتری ریجیون یاد میکنیم. این ساحه به نام اولفکتری ریجیون چون در اینجی اعصاب بویایی قرار داره یا رسپتورهای بویایی
آخذه های بویایی قرار داره در اینجا. خب ما گفتیم که داخل جوف بینیل به سه نیه تقسیم میکنیم، یک قسمت نزل وستیبول فولیکول های موی یا به صاحب خود موهای بینی قرار داره، جلد پوشیده شده. این قسمت دیگه کلن به نام ریژیونال ریسپایرتوری ریژیون یاد میکنن یا قسمت تنفسی یاد میکنن این ساحر، و این در بالا هم اولفکتوری ریژیون یاد میشه، یک ساحر که اعصاب بویایی در اونجا قرار داره. خب از قسمت نزل کویتی ها میرسیم به قسمت تعصیب و ارواح. از این قسمت تعصیب و ارواح همین نیه، ابتدا تعصیبی و تعصیب از این توسط سه زوج غفی صورت میگیره، توسط سه زوج غفی. حسیت بویایی از این توسط اولفکتوری نرو که زوج اوله، زوج اول غفی اولفکتوری نرو حسیت بویایی و توسط یه ریسپتورهایی که داره انتقال میده. یک زوج دوم ما تراجیمیناله، تراجیمینال. زوج سوم ما هم عصب فاشیال توسط یک شاخه به نام گریت پتروزال نرو. خب زوج دوم ما که عصب تراجیمیناله، عصب تراجیمینال سه شاخه داشت، V1 V2 و V3. حسیت عمومی جوف انف توسط امی تراجیمینال، توسط دو شاخه از توسط دو شاخه از یعنی V1 و V2 از تامین میشه. قسمت قدمی جوف انف که حسیت قسمت قدمی جوف انف توسط اولفکتوری یعنی V1 تامین میشه، و حسیت قسمت خلفی توسط V2 یعنی مگزیلری نرو، توسط شاخه های مگزیلری نرو تامین میشه و تصیب میشه. بعد عصب فاشیال توسط یک شاخه به نام گریت پتروزال نرو زوج هفتم، گریت پتروزال نرو میاد در قسمت پتریگو پلاتین فوسا که ما شما دیدیم در پتریگو پلاتین فوسا با V2 یعنی مگزیلری نرو یک جا میشه، و بعد میاد داخل انف و قدوات تمام قدوات بینیر الیاف پاراسیمپاتیکی میرسونه، الیاف پاراسیمپاتیکی میرسونه. این در قسمت اعصاب شد. در قسمت اروای از این دو منبع داره، اکسترنال کاروتید آرتری و اینترنال کاروتید آرتری، یعنی شریان کاروتید بیرونی و داخلی، که از اکسترنال کاروتید آرتری دو شاخه جدا میشه، یکی مگزیلری آرتری که شاخه های مگزیلری آرتری هست، و یکی فاشیال آرتری یا عصب وجهی که از پایین میایه فاشیال آرتری واسه اروای خود جوف انف میشمید، تو مگزیلری و فاشیال که از اکسترنال کاروتید منشا گرفته، و همچنین از انترنال کاروتید آرتری، انترنال کاروتید آرتری میایه یک شاخه به نام افتالمیک آرتری جدا میشه. افتالمیک آرتری خود سکنین خود انترنال کاروتید میره به طرف قف میره، شاخه اصلیو یک شاخه به نام افتالمیک آرتری جدا میشه، میایه در قسمت جوف انف که میرسه شاخه به نام اتمویدال میده، اتمویدال برانش، که اتمویدال برانش هم در قسمت های قدمی جوف انفر اروا میکنه. خب درس ما امروز در همین قسمت ختم میشه. روز بعدی چوکات ساختمانی و استخوان‌هایی که جوف انفر ساختم خود شما میبینیم کدام استخوان‌ها در تشکیل جوف انف سهم دارم. در روز بعدی انشاءالله خود شما مطالعه میکنیم. تا روز بعدی و درس بعدی شما رو به خداوند یگانه میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما.